अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, राजे आ भूलता है और कोई हीर तेरी, अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, राजे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। من که خیلی نگرانم، هم برای مامان هم برای تو. فشار خون مامانم که هر روز بالا میره. دکتر میگه از استرسه، هر طور شده باید از استرس دور باشه. آخه من نمیدونم مامان چرا اینقدر استرس داره. منم نمیدونم، بزرگترین استرسش که منم. ولی خب چی کار بکنم؟ کجا برم قایم بشم؟ بس کن دیگه الینا، تو باید بری افسردگی تو درمان کنی. دیگه هم نبینم ناراحتی و داری گر میزنی، یا فهمیدی؟ رامشو دیروز فروه اومد، میگفت با اسین حرف میزنم، تلاش میکرد منم قانع بکنه، ولی من بهش گفتم که این بار من دیگه کوتا نمیام. کار خیلی خوبی کردی. راستی بگو ببینم داداش بهتون زنگ میزنه؟ آره تقریبا هر روز زنگ میزنه. راستی من کار پیدا کردم، دیگه خیلی راحت میتونم کمکت کنم. تصمیم گرفتم تو رو بیارمت اینجا. این چه حرفیه که میزنی رامشا؟ چطوری مامانو تنها بذارم بیام اونجا؟ من راجع به این فکر نکرده بودم. فکر کنم یکی پایینه، برم ببینم چه خبره، بعدم بهت زنگ میزنم. خب فعلا خدا بس. الو داداش، خیلی وقته که تو با زن داداش بهم سر نزدین. اسین داداش خیلی سرم شلوغ بود. آره گفتم بهت زنگ بزنم اما فراموش کردم. راستی من شنیده بودم که بین تو و زن داداش اختلافی پیش اومده. ببین زن داداش خیلی اذیت شده. تو چرا به خاطر حرفای الینا رابطت رو خراب میکنی؟ یه لحظه، اینا رو کی به تو گفته؟ هنا گفت؟ اینجور حرفا کجا پنهون میمونه؟ تو اینو بیخیال که کی به هم گفته؟ تو اینو بگو، با وجود فهمیده بودنت چطور به حرفای زن هیلگری مثل الینا گوش میدی؟ اسین به من گوش کن. هنا تو رو فریب داده. الینا خیلی دختر خوبیه داداش. من که خودم از کارا و هیله های هنا خسته شدم. تو نمیتونی حدس بزنی، نمیتونی حدس بزنی اون چه دختر زیرکیه. داری کاملا اشتباه میکنی. زن داداش هنا خیلی دختر خوبیه. ولی نه، رابطتونو داره خراب میکنه. اونم به این خاطر که یه زمانی تو ازش خوشت میومد و ازدواج اولش به خاطر تو به هم خورده. میدونی چیه؟ هنا با هم ازدواج کرده فقط به خاطر پول من. اون الان به پول نیاز داره نه من. آره دارم میبینم چقدر بهش پول میدی. منظورت چیه؟ داداش الان منظور رو ولش کن، برو زن داداش رو راضی کن. یه زن خوب و صادق دیرت اومده، ارزشش رو بدون. خدا تو شکر کن که دختری مثل الینا گیرت نیومد. فهمیدم. وقتی که هنا تونسته چشمای تو رو کور کنه من چی کار میتونم بکنم؟ این حرف رو من راجب تو هم میتونم بگم که تو دام دختری مثل الینا افتادی. و تو به کنار، من از آبجی فروح متعجبم که با وجود عاقل بودن چطور توسط دختری مثل الینا احمق شده. بسین داری به آبجیم توهین میکنی. ببین شهزاد، اگه اینجوری فکر میکنی حرف زدنمون بیفایده است. خداحافظ. تو یه زن هیلگری که زندگی رو واسم جهنم کرده. و تو
تو یه مرد خائن هستی که با وجود داشتن زن به زنهای دیگه توجه نشون میدی. خفه شو. راجب الینا هر مزخرفی که به اسین گفتی رو میری و راستشو میگی. اون یه دروغگوه. من به کسی چیزی نگفتم. اون دروغگوه و به من تهمت میزنه. به من بگو برای چی رفتی پیش اسین؟ من جایی نرفتم شهزاد. پس اون از کجا اینا رو میدونه؟ من چه بدونم؟ نمیدونم چرا برای همه چی منو مقصر میدونین. آره، همه جا تو فساد میکنی، تهمت به دیگران میزنی، همه جا راجع به الینا حرف میزنی، میگی من نمیفهمم. داری همونی میشی که اون میخواد. اون همینو میخواد که آشیونم خراب بشه. من نمیدونم چرا نمیفهمی شهزاد. میخواد تو رو از من بگیره. چرا نمیفهمی که اون میخواد تو رو از من بگیره شهزاد؟ من از این افکار مزخرفت متعجبم. به اون دختر پاک و صادق داری تهمت میزنی. هنا از خدا بترس. شما از خدا بترسیم. دیوونم کردین. دم به دقیقه هر کدومتون منو میبینین به هم تهمت میزنین و به هم شک میکنین. همیشه از این میترسیدم که نکنه کسی بیاد و شهزادو ازم دور کنه. ترس از خدا. شما از خدا بترسین. خیلی خوب، همه چیو خودت انجام بده. راحت باش، تهمت بزن به دیگران. ببین، من بهت التماس میکنم، میدونم که با حرف زدن بیشتر با تو مغزم منفجر میشه. سرم درد میکنه. هر زمان و هر لحظه توی خونه بحث و دعوا. نمیدونم کجا اومدم. کجای این نیاز به جیغ زدن داری؟ آرومم میشه حرف زد. این که سرتم درد میکنه دلیلش خودتی. همش تقصیر منه. من از سنگ ساخته شدم. من اذیت نمیشم. هر ثانیه هر کی میرسه هر چی میخواد به من میگه. هنا بهتره که رفتارتو عوض کنی. دیگه کافیه شهزاد. اگه اینقدر از من متنفری پس من خونه مامانم میرم. هر وقت که خیال الینا از سرت بیرون شد اون وقت برمیگردم. نمیدونم کدوم ساعت نحس بود که ازدواج کردم. حالا تو هم منو درک نمی کنی. هیچ کی درکم نمی کنه. مشکلت چیه؟ امروز به هم توضیح بده. واقعا میخوام بدونم. یه طلا ازت گرفتم و رفتی تموم دنیا رو پر کردی؟ این رفتاراتو دیگه تموم کن. به خاطر همین رفتارات طلاق گرفتی و خونه نشین شدی. تو حق نداری در موردم اینجوری حرف بزنی. تو که علیه هم حرف میزنی اون چی؟ من حرفی بر علیهت نزدم. که اینطور؟ اگه تو حرف نزدی پس کی در گوش فرو خونده؟ اگه اینجوریه پس اونا چی بود که بر علیه من پیش اسین بد و بیرا گفته بودی و نامزدی منو به هم زدی؟ ها بگو. کافیه الینا، کافیه. اشتباهاتو گردن دیگران ننداز. مطمئنم تو یه ضعفی داری که اول شوهرتو نتونستی نگه داری و حالا هم نامزدتو. این مزخرفاتو تمومش کن، وگرنه دستتو بنداز. کیو تهدید میکنی؟ وگرنه چی کار میکنی؟
به من گوش کن. میخواستی آبروی منو ببری؟ اگه من تو تموم دنیا آبروتو نبردم، پس اسم من هنا شهزاد نیست. مهمونی واسه همین مراعاتتو میکنم. الان به همین لحظه از خونم برو بیرون. گفتم گم شو. نیاز نیست جیغ بزنی، منم با اینجا موندن وقتمو تلف نمیکنم. مقدمات آبرو ریزی تو فراهم کنم. دیدی تیوی شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال‌های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. داداش واقعا نمیدونم با کی باید حرف بزنم. باشه، شما اینجوری نگران نباشین. من یه کاری میکنم، یه فکری میکنم به حالش. باشه داداش. تو مامانو آرومش کن. به خواهر شهرزادم زنگ بزن و همه چیزو بهش بگو. داداش من از حرف زدن با اونا میترسم. الینا تو باید قوی باشی. با اینجوری خودتو باختن هیچ مشکلی حل نمیشه. داداش شما نمیفهمین، من واقعا از حرف زدن میترسم. ای بابا حالا تو زنگ بزن. اگه مشکل حل نشد من خودم میام. تو نگران نباش. باشه تلاشمو میکنم داداش. ولی نمیفهمم چجوری باهاشون حرف بزنم. شما هم زود بیاین. باشه حتما. فعلا خداحافظ. خداحافظ. عزیزم امروز به یادم افتادی. کار مهمی باهات دارم، باید ببینمت. عزیزم میدونی که این روزا حسابم خالیه و وقتی اینجوری میشه من توان کاریو ندارم. تو نگران اون نباش، من اونو حلش کردم. تو فقط بیا اینجا. اگه پول پیش به هم برسه پس اونم بهت میرسه. تو فردا بیا همون جایی که قبلا دیدمت. پس امروز هست میبینمت عزیزم. امروز نمیتونم ببینمت، فردا ساعت 7 عصر. باشه باشه حتما. خدافظ عزیزم. چشماتو باز کن. نه آمبولانس، آمبولانس. ماما ماما چشماتو باز کن. الو اورژانس، لطفا زود بیاین. مامانم مامانم حالش خیلی بده. آدرسو بنویسی. آپارتمان CCB. بله خانم لطفا زود بیایی. ماما 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 چشماتو باز کن. یهوی چی شد؟ به کی زنگ بزنم؟ به کی زنگ بزنم؟ آره شهرزاد. الو الو شهرزاد،
شهزاد زود بیا اینجا لطفا. حال مامانم یه هایی بد شده، نمیدونم چی شد. آره به آمبولانس زنگ زدم، الان میرسن، ما میریم بیمارستان. آره من جزئیاتشو برات میفرستم. باشه لطفا زود بیا، ممنون. ماما ماما لطفا چشماتو باز کن. ماما ماما الینا لطفا گریه نکن، دکتر گفت که خاله کاملا خوب میشه. به زودی هم میره خونه. لطفا لطفا گریه نکن، لطفا الینا. خودت رو کنترل کن لطفا، به خاطر خالی. جاله به به، لیلی و مجنون کنار هم. چه مزخرفی داری میگی؟ من مزخرف میگم؟ تو با این دختره اینجا چی کار میکنی؟ خاله سکته قلبی کرده بود. خب الینا هم به من زنگ زد. ببخشید یه لحظه، سکته قلبی، اونم نصف شب، و کی؟ مادر این خانم. همه مردای شهر مردن به جز شهزاده آصف. چه علتی میتونه داشته باشه جز این که خانم الینا با آقای شهزاده آصف رابطه خیلی خاصی داره؟ ها الینا، صداتو برای من بالا نبر شهزاد. قبلا یه خورده حیا داشتی، ولی از وقتی با این خانم میگردی دیگه واقعا بیغیرت شدی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. به کارتون برسید. این سیلی خیلی واسط گرون تموم میشه. که شده نباید اینجوری میشد، تقصیر منم هست. من به حنا پیام دادم که مامانتو آوردن بیمارستان. من فکر کردم وقتی پیامو به خونه آروم میشه، چون من خونه نرم خیلی نگران میشه. اما برعکس اومد و قشقرق بپا کرد. نمیدونم الان چه فکری کردی. نیازی نیست شرمنده باشی شهزاد، تو اصلا مقصر نیستی، من ذات اونو خوب میشناسم. اما بازم واقعا معذرت میخوام. اصلا اشکالی نداره شهزاد، راستش بهتره برین خونه، از دیشب خسته شدین. من پیش مامان هستم، از دیشبم حالش بهتر شده. من چطوری میتونم شما رو تنها بذارم برم؟ تا
الانم که دکتر هیچ اطلاعی نداده. یه بار دکتر بیاد منم خیالم راحت بشه. حتما حالش خوبه. بعد اینکه دکتر بیاد احتمالاً مامانو زود مرخص بکنه. شما نگران نباشی. باشه پس من شما رو میرسونم خونه. خیلی طول نمیکشه. شخصت چرا متوجه نیستی؟ هنا با عصبانیت رفت. شما باید الان کنار اون باشی تا اینکه دکتر بیاد و مامان مرخص بشه. یه 3-4 ساعتی طول میکشه. شما حلکی منتظر نمون. دارم میگم خودم حواسم هست. تو مطمئن؟ آره. خیلی ممنون شخصت. خیلی ممنون به خاطر کمکت. ایلین لطفاً تشکر نکن. این وظیفه‌ام بود. این لطف تو هیچ وقت نمیتونم جبران بکنم. شما فقط با یه تلفنم اومدی و کمکم کردی. تو این دوره زمانه هیچکی این کارو نمیکنه برای آدم. شما دارید منو شرمنده میکنید. من وظیفه‌مو انجام دادم. پس حالا من دیگه میرم. ازت ممنونم واقعا ممنون. بچهای معصوم را لمحه رک و گیا جس پل تا تو رو برو دوکا دل کو ہوا لگتا تھا تو رو برو. هنا پاشو بشین. خوابم یاد بسر بخوابم. میخوام باهات حرف بزنم. من خوابم میاد. هیچ حرفی هم ندارم. این چه رفتاری بود امروز؟ واقعا چیزی به اسم عقل تو سر تو هست یا نه؟ نه به فکر آبروی خودتی، نه به فکر آبروی من. هرچی از دهنت در اومد گفتی بیمارستانو گذاشته بودی رو سرت. احترام الینا و مامانش که سر جاشه. فقط منو بی آبرو کردی با سیلی که زدی، اونم جلوی همه. فراموش نمی کنم. انتقام اینو می گیرم. احتمالاً جلوی همه. کارای خودت یادت نیست؟ چه مزخرفاتی داشتی می گفتی؟ وای، مجرم بی گناه شد و من گناه کنم. جالبه آقا رو هنگام ارتکاب جرم مچشونو گرفتم، ولی سوال جوابم باید بشم. تو حرف نداری، خیلی بازیگر عالی هستی. بازم همون حرفای مزخرف و شک های بیجا. شک نکنم چی کار کنم؟ مگه کار خوبی کردی؟ فقط اینو به من بگو، توی شهر تموم دوستاش، همه فامیلاشون و آشناهاشون همه مرده بودن. دیدی تیوی شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. پیدا کرد واسه زنگ زدن؟ به من گوش کن هنا، اون تو این شهر تنهاست. فقط یه خواهر داشت
که اونم ازدواج کرد. نصف شب مادری سکته کرده، احتیاج به کمک داشت، اون فقط از من درخواست کمک کرد. چه نیازی بود انقدر قضیه رو بزرگش کنی؟ قبول ندارم. من نمیتونم قبول کنم که تو این شهر نه دوستی نه آشنا و فامیل نداره، کسی رو نداره جز شهزاد. من خوب میدونم داره تلاش میکنه چی کار کنه، به بهونه های الکی میخواد تو رو نزدیک خودش نگه داره. یا تو خیلی احمقی یا داری لذت میبری. من چرا با تو حرف میزنم؟ چون حرف زدن با تو خیلی بیجاست. این افکار پوسیده و کوچیکه، همیشه هست و همیشه هم میمونه. نمیخوام مثل شما افکار بزرگ داشته باشم شهزاد خان. افکار من کوچیکه اما حداقل با عزتی. حالا حداقل بذار بخوابم، اگه خواب به چشمم بیاد. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان لطفاً یه خورده دیگه بخور. بسه دیگه دخترم، خیلی خوردم. بسه. سوپ چطور بود؟ خیلی خوب بود عزیزم. میخواین بریم بیرون هوا بخورین؟ نه عزیزم، همینجا خوبم دخترم. راستی اینو بگو، دیشب چطوری منو بردی بیمارستان؟ اونم تنهایی؟ تو که خیلی ترسوی دخترم، چطوری مدیریت کردی؟ دختر ترسوتون الان شجاع شده. راستشو بگم اولش ترسیده بودم و میگفتم کاش رامشا بود و به هم کمک میکرد، اما اون نبود. منم به شهزاد زنگ زدم، اون اومد مامان. خیلی به هم کمک کرد، داروها رو اون گرفت، همه ی کارهای بیمارستان رو اون انجام داد. مامان باورت میشه؟ واقعا اگه اون نبود نمیدونم تنهایی چی کار میکردم. اوکی اینطور، شهزاد اومده بود. این که خیلی خوب شد، پسر خیلی خوبیه، وگرنه این روزا کی به درد کسی میخوره؟ آره اسینم پسر خوبیه دخترم، با تصمیمات عجولانتونو از دست دادی، بازم راجبش فکر کن. داداشتم همینو میخواد که بهش یه فرصت دیگه بدی و اونو ببخشی دخترم. مامان من چند بار بهتون گفتم که تو این خونه دیگه حرفی از اسین به من نزنین لطفاً. این قضیه تموم شده. بخیر. حنا فهمیده بود شهزاد اومده بیمارستان، اومده بود اونجا، باید میدیدی چی کار کرد. شروع کرد راجب من و شهزاد حرفای عجیب غریب زدن. آخ بیچاره شهزادم، چه تقدیری واسش نوشته خدا. پسر به این خوبی گیره زن بدذاتی افتاده. بعد اون حرفا شهزاد به حنا یه سیلیه محکم زد. چی؟ تو بیمارستان چه اتفاقایی که افتاده و تو الان اینا رو میگی دخترم؟ پس که میگفتم مام، حالتون خوب بود که بگم. من نمیخوام ناراحت بشی، اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. فکر میکنم اونم لیاقتش همینه. اونجا خیلی بد شد مامان، شهزادم خجالت کشید. اما مامان واسه بستن دهن اون حنا این کار لازم بود، وگرنه نمیدونم دیگه چیا میگفت. حالا ببین دخترم، تقصیر شهزاد بیچاره چیه که با زنی مثل حنا داره سر میکنه؟ من که خیلی براش متاسفم، خیلی براش ناراحت میشم.
منم براش متاسفم مامان. تقدیر دیگه، کارش نمیشه کرد. مامان چرا دیگه نمیخوری؟ من که خوردم دیگه دختر، دیگه بسه عزیزم. چطور شد که تصمیم گرفتی یه هایی بیای پاکستان؟ تو که نمیخواستی قبل از تمام شدن دکترات بیای اینجا؟ راستش احمد پروژه جدیدش رو شروع کرده، شب و روز با همون مشغوله، پس من فکر کردم بیام و به فامیلام سر بزنم. راستش خیلی دلم برای اینجا تنگ شده بود. درسته، تا کی اینجا میمونی؟ تا وقتی یه کار خیری رو تموم کنم. چه کاری؟ یه سری آدمای خوبی رو ملاقات کنم و یه سری ها رو هم به هم برسونم. راستی هستین تصمیم چیه؟ در چه مورد؟ جدی باشه سین، دارم در مورد تو و الینا حرف میزنم. خوب میدونی که چی میخوام بهت بگم. ببین هر سلا، من و الینا در واقع هر دومون این نظر رو داریم که نمیتونیم با همدیگه کنار بیاییم و الان جدا بشیم خیلی بهتره تا اینکه بعد از ازدواج به مشکل بخوریم. شما دوتا چتون شده؟ به نظرم اصلا تصمیم عاقلانه‌ای نگرفتیم. واقعا که دیوونه ای. به خاطر یه مسئله خرید رابطتون رو به هم زدین؟ شما باید همدیگه رو ببینین و با هم حرف بزنین. با حرف زدن هر مشکلی که بگی حل میشه. باشه، دربارش فکر میکنم. فکر کردن نداره که، باید بری ببینیش. اصلا من به خاطر همین اومدم اینجا. خب فکر کنم مجبورم الینا رو ببینم. حالا شدیه پسر. خب دیگه بگو زندگی چطور میگذره؟ اصلا بگو ببینم تو چرا درساتو شروع نمی کنی؟ تو که شاگرد خیلی زرنگی بودی، تازه مدال طلا هم گرفتی. مامان مریض احواله واسه همین فعلا نمیتونم برم دانشگاه. از روزی که رامشا رفته مسئولیتام بیشتر شده. پس اینطور. خاله شما مشغول چه کاری هستین؟ چیز خاصی نیست دخترم، تو خونه هم کار خاصی نمی کنم، فقط گاهی این ور اون ور میرم بیرون، خدا رو شکر. خاله من داشتم فکر می کردم قبل رفتنم یه کاری کنیم، الینا و سین با هم آشتی کنم. آره خدا کنه همینطوری بشه، تو که حرف دل منو زدی دخترم. فقط نمیدونم چرا این دوتا این تصمیم بچگانه رو گرفتن، با کسی هم مشورت نکردن. ماما نگفتم تو این خونه راجع به اسین حرف نزنی؟ پس چرا هی تکرار میکنی؟ یکم منطقی باشه لینا، زندگی رو اینقدر سخت نگیر. اسین خیلی پسر خوبیه، من از بچگی میشناسمش. شما فقط یه بار همدیگه رو ببینین، مطمئنم همه چی درست میشه. حالا اینا رو ولش کن، میخوام برم خرید، میای با هم بریم؟ همین الان گفتم حال مامانم خوب نیست، واسه همین نمیشه تنهاش بذارم. نه دخترم اصلا اینطوری نیست، من کاملا خوبم. تو با ارسلا برو، چرا اینجوری میکنی آخه؟ نگران من نباش، من کاملا خوبم. باشه حالا که اینجوریه منم یکم خرید دارم، اگه تو هم کمک کنی برام راحت تر میشه. این عالی شد، پس من فردا ساعت 3 میام دنبالت. راستی عجب چایی دم کردی. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.